سلام و درود فراوان به شما بینندگان عزیز و گرامی. طی هفته گذشته زمانی که برنامه بهترین پخش می‌شد و همچنین بعد از اتمام شو بهترین، بنده با تلفن‌های بسیار زیادی از طرف شما روبرو شدم. تلفن‌هایی که میتونم با جرأت بگم همگی آنها در تایید و تشویق این جانب بود. از همه شما بسیار بسیار ممنون هستم. و اما برنامه این هفته ما. طی 15 سال گذشته از زمانی که جمهوری به اصطلاح اسلامی حاکم بر ایران شد، تعداد بسیار معدودی از مبارزان و عاشقان راستی ایران مبارزه بی امان خود را با این جمهوری خون، ظلم و ستم شروع کردند. طی 15 سال گذشته بسیاری از رسانه‌های گروهی آمریکایی و اروپایی گزارشات بسیار زیادی از این مبارزان تهیه کردند. طی 15 سال گذشته گزارشگران بسیار معروف آمریکایی و اروپایی مصاحبه‌های بسیار زیادی با رهبران و سران اپوزیسیون و چهره‌های معروف سیاسی انجام دادند. هفته گذشته مجله معتبر و معروف پاریماچ طی 9 صفحه مصاحبه‌ای داشته با یکی از چهره‌های بسیار معروف و مبارز اپوزیسیون ایران. طی هفته گذشته کانال 5 فرانسه طی یک برنامه یک ساعته تلویزیونی مصاحبه‌ای داشتن با بزرگ مرد کوچک اندام اپوزیسیون ایران، مردی که امان از روزگار جمهوری اسلامی درآورده، مردی که اسرار بسیار زیادی از ترورهای جمهوری اسلامی را فاش کرده، برنامه‌ای که در کانال 5 فرانسه بسیار غوغا کرد و در سرتاسر اروپا بسیار مورد توجه قرار گرفت. این هفته برنامه بهترین برنامه است که از کانال 5 فرانسه به آریه گرفته. خانم ها، آقایان، لطفاً از جلوی تلویزیون ها دور نشید و اگه فکر میکنید از دوستان و آشنایانتان این برنامه رو نگاه نمی کنن، حتماً به اونها اطلاع بدین که این هفته برنامه بهترین یکی از بهترین برنامه های خودش رو ارائه میده. لطفاً با ما باشید. دکتر منوچهر گنجی، کسی که جانش از طرف پلیس فرانسه شدیداً محافظت می شود، او علیه رژیم تهران مبارزه می کند و به موجب یک فتوا از طرف جمهوری اسلامی محکوم به مرگ شده است. 184مین برنامه فرستاده ویژه از کانال 2 فرانسه و 50مین برنامه شو بهترین از کانال 62 در این مورد گزارش می دهد. پس از ده ها اقدام به قتل او، 4 تن از همکاران نزدیک او به وسیله آدمکش‌های رژیم به خاک افتادند. وزیر سابق آموزش و پرورش ایران امروز در پاریس در تبعید به سر می‌برد. او یکی از گروه‌های مخالف رژیم جمهوری اسلامی را رهبری می‌کند. رژیم جمهوری اسلامی در مورد او فتوا یعنی فرمان مرگ صادر کرده است. منوچهر گنجی و سلمان رشدی از افرادی هستند که بیش از همه خطر مرگ آنها را تهدید می کند. چند روز دیگر پرونده قتل شاپور بختیار نخست وزیر پیچین شاه در پاریس به جریان می افتد. برای دستگاه قضایی فرانسه کوچکترین شکی وجود ندارد که قاتلین شاپور بختیار از ایران آمدند و این جنایت مستقیما به دستور مقامات مهم رژیم جمهوری اسلامی انجام گرفته است. این فتوایی است که جمهوری اسلامی ایران به وسیله آن میخواهد از دست مخالفین خود را برهاند. این گزارش به وسیله اولیویه ورن و ژان فرانسوا رونه تهیه شده است.
این مرد مرتد و فاسد است و باید وجودش از روی زمین برداشته شود، زیرا دشمن خدا و پیغمبر می باشد. این ریشه تبهکاری باید هرچه زودتر قطع شود تا برای دیگران درس عبرتی باشد. هیئت عالی قضات دینی بالاتفاق تصمیم به لزوم قتل او گرفتند. آنها که این فرمان عقوبت را به اجرا گذارند، علاوه بر اجر اخروی، پاداش مالی قابل ملاحظه‌ای دریافت خواهند کرد. این متن به تایید رهبر عالی مقام علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری رژیم رسیده است و بدین ترتیب در آن واقعیت ملموسی آنچرا که فتوای مرگ مینامد میتوانید. مقامات فرانسوی این تهدید را جدی گرفتند. بلافاصله پس از قتل بختیار، وزیر کشور فرانسه 6 مأمور محافظتی ویژه پلیس فرانسه را که تعلیمات خاصی دیدند به محافظت او گماشت. منوچهر گنجی در پاریس گروه دموکرات مخالف رژیم آیت الله ها را رهبری میکند. از 9 سال پیش در پاریس هستم. پیشها من خرید روزانه ام را خودم می کردم. در خیابانها راه می رفتم. گاهی به سینما و تئاتر می رفتم. از موزه ها بازدید می کردم. عادتم بود گاه در کافه بنشینم، قهوه بخورم و در حالی که روزنامه را می خواندم رفت آمد و زندگی مردم کوچه و بازار را ببینم. اینها را می گویند زندگی. من همه اینها را از دست دادم. حالا باید همیشه در اتومبیل های مخصوص ضد گلوله بنشینم، با چندین محافظ رفت آمد کنم و خلاصه از زندگی طبیعی دور افتاده باشم. البته همه اینها برای رسیدن به هدفی که ارزنده است. وقتی هدف این چنین اعلاست، انسان حاضر است جانش را هم بدهد. باید همیشه آماده مرگ. آدمکش‌های تهران 15 بار در صدد قتل او برآمدند. 15 بار در اثر اتفاقات، احتیاطکاری‌ها و زیرکی سرویس پلیس مخصوص فرانسه و خود او جان سالم به در برده است. این عکس‌ها را برای من از ایران فرستادند. چند تروریست که باید علیه سازمان ما و خود من به اعمال تروریستی دست بزنند. این آدم را خودم از پنجره خانه‌ام دیدم. نگهبانان من او را تعقیب کردند. بعد او در کوچه پس کوچه‌های پاریس ناپدید شد. این یکی مسئول عملیات تروریستی رژیم در اروپا است. سومین عکس 3 روز پیش از ایران رسیده است و میگویند که ماموریتش کشتن من است. این مرد جایی در پاریس پرسه میزند، شاید تغییر نام داده و یا چهرهش را عوض کرده باشد. مقامات فرانسوی مایل نیستند اتفاق دیگری شبیه ماجرای بختیار در فرانسه پیش بیاید که قاتلین در ناحیه سورن شهر پاریس چنان گستاخانه دست به این جنایت هولناک زدند و به ریش پلیس فرانسه خندیدند. دکتر منوچهر گنجی هیچ وقت یک مرد جنگجو نبوده، هیچگاه دست به اسلحه نبرده. او وزیر آموزش و پرورش یک مملکت بوده. تا چند لحظه دیگر به شما نشان خواهیم داد برای اینکه جان خودش را از دست تروریست های جمهوری اسلامی نجات بدهد، دست به چه نوع آموزش های جدیدی میزند. بعدی سرتون را عقب‌تر ببرید، کمی عقب‌تر، کم، همینطور. من از خشونت و اسلحه نفرت دارم، ولی دفاع مشروع از خود حق طبیعی هر انسان است. میدانم که آنها کسانی را برای کشتن من فرستادند. من میخواهم کار آنها را مشکل کنم. روی زمین تکیه بدهید، آرنج را روی زانو بگذارید، تکان نخورید. پلیس ویژه فرانسه به او تعلیمات لازم را میدهد تا او نیز بتواند در مقابل تروریست‌ها جان خود را حفظ کند. اینها کسانی هستند که در مدت این چند سال اخیر
در اروپا به دست تروریست های جمهوری اسلامی کشته شدند. 4 نفر از اعضای سازمان ما، دکتر سیروس الهی، یکی از بهترین دوستان من، یکی از کسانی که بعد از انقلاب به من کمک کرد تا با خارج بگریزند، جز آنها بودند. او هرگز در زندگی دست به اسلحه نبرده بود و به مبارزه غیر مسلحانه، مبارزه سیاسی اعتقاد داشت. او در محله مونپارناس پاریس در حالی که صبح از خانهش بیرون می رفت با 3 گلوله به قتل رسید. دیگری فرخزاد است، یک هنرمند برجسته ایرانی که در بن کشته شد. سرهنگ ارتش ایران بای احمدی که در مبارزه غیر مسلحانه با ما همکاری داشت، او در دبی کشته شد. عباس قلی‌زاده در استانبول ربوده شد، زجر و شکنجه شد و به قتل رسید. بعدها جنازه‌اش را در استانبول یافتند. تا امروز تروریست‌های جمهوری اسلامی مأمور از بین بردن مخالفین رژیم در خارج از ایران حداقل 64 خط روی قنداق سلاح و یا دسته غدار خود نقش کردند. 64 کشتار در نهایت بیرحمی و خونسردی که 7 مورد آن در پاریس بوده است. لیکن امروز کار این آدمکشا مشکل شده است، زیرا پلیس کشورهای غربی بیشتر سرنخ گروه‌های تروریستی رژیم را به دست آورده و افراد دکتر گنجی هم در وزارتخانه‌های ایرانی رسوخ کردند. در اثر کمک این افراد ما در جریان اون چه که در داخل رژیم می‌گذرد قرار می‌گیریم. ما از آمدن تروریست‌هایی که چند روز قبل از قتل دکتر بختیار به پاریس آمده بودند آگاه شدیم. من جریان را با آقای بنی صدر و شاهزاده رضا پهلوی که آن وقت در جنوب فرانسه بودند و همینطور با آقای بختیار اطلاع دادم. البته نتوانستم با آقای بختیار مستقیما صحبت کنم، ولی با آقای کتیبه منشی ایشان که همراه دکتر بختیار به قتل رسید چند روز قبل از آن ماجرا اطلاع دادند. بختیار خبر را جدی نگرفت و چند روز بعد کشته شد. نمیدانم بالاخره مطلع شده بود یا نه، ولی من موضوع را اطلاع دادم. بای رحمدی یکی از قاتلین بختیار یک هدف علل بدل هم داشت. او به یکی از همکاران دکتر گنجی نزدیک شد. او در برخورد چطور بوده؟ تقریبا خوشایند. یک شب در مهمانی او را دیدم. به وسیله دخترعمویش با او آشنا شدم. او در مورد من اطلاعاتی داشت. از من پرسید آیا دکتر گنجی در پاریس است؟ او در فرانسه است؟ دنبال اطلاعات میگشت، بله؟ بله. در مورد دکتر گنجی؟ بله، بله. هر دفعه از من میپرسید آیا دکتر گنجی در پاریس است یا نه، و من جواب میدادم که خبر ندارم، فکر نمی کنم، از کجا میتونم بدونم. تصور میکنید که او سعی میکرد اطلاعاتی به دست بیاورد که اگر نتوانست بختیار را بکشد اقدام به قتل دکتر گنجی بکند؟ به عقیده من او دکتر گنجی را خطری برای رژیم میدانست، زیرا زیاد این طرف و طرف می رود و فعالیت می کند. خیلی فعالیت می کند؟ بله خیلی زیاد. پس باید او را از میان برد، درست است؟ همینطور است، به نظرم چنین بود. وقتی اطلاع یافتید که او یکی از 3 عامل قتل بختیار بود چه فکر کردید؟ خبر من را تکان داد، برایم شوک بزرگی بود. نمی توانستم تصورش را بکنم که بختیار را بکشد. به من می گفت که بختیار را می پرستد. از این جهت شوکه شده بودم، شباهت به قاتل نداشت. باید اقدام متقابل کرد و یا اگر لازم بود فرار اختیار کرد. در برابر آدمکش‌های حرفه‌ای دکتر منوچهر گنجی تصمیم گرفته است که به طور حرفه‌ای زنده ماندن را یاد بگیرد. حالا خیالتان راحت است. خوبه. این مربیان عضو پلیس ملی فرانسه هستند. آنها سعی می کنند از او تیرانداز ماهری بسازند و به او پایین رفتن از ارتفاع زیاد
با تناب را بیاموزند. گنجی باید بتواند مثل یک پلیس کارکشته تیراندازی بکند و یا مثل آرسن لوپن با تناب از دیوار بلند پایین برود. همینطور خوبه؟ من مراقب هستم. خوبه. کوچکترین زنگ در به منزله هشدار است و یک نامه عادی می تواند عامل مرگ و حاوی مواد منفجر باشد. چشمی و دری با تجهیزات ضد گلوله. همه مراسلات بدون استثنا باید از دستگاه مجهز به اشعه ایکس بگذرند. احتیاط از طرف اعضای سازمان دکتر منوچهر گنجی، سازمانی که درفش کاویانی نام دارد. حتی دوربین فیلمبرداری هم باید محتاطانه رفتار کند، چرا که هیچ یک از اعضای ستاتی سازمان نباید شناخته شوند. هر یک از این مردها و زنها بستگانی در ایران دارند. آنها هم که در این جمع نیستند تا به حال تهدید به مرگ شدن. اما هر یک از آنهایی که دور این میز نشستند از احتمال خطر مرگ آگاهند. برای رژیم تهران ترور یعنی جنگ مقدس، بالاتر از هر چیز، از جمله دموکراسی، عدالت اجتماعی و پیشرفت قرار دارد. تولید ناخالص ملی ایران امروز 10% کمتر از حدی است که در 15 سال پیش بود، در حالی که جمعیت ایران تقریبا 2 برابر شده است. 15 سال پیش جمعیت ایران حدود 36 میلیون نفر بود و امروز ایران بیش از 60 میلیون نفر جمعیت دارد. مردم بیکار، نرخ بیکاری بیش از 30 تا 35% جمعیت فعال کشور است. هزینه زندگی 25 الی 30 برابر شده، ولی حقوق و دستمزدها حداکثر 3 تا 4 برابر شده است. تصورش را بکنید که مردم چطور می توانند در چنین شرایطی زندگی کنند. مقام زن در جامعه به نحوی که با خانم ها رفتار می کنند شدیداً تنزل یافته. وضعیت مدارس و دانشگاه ها اسفبار است. مدارس 3 و 4 نوبته هستند، یعنی یک مدرسه به 4 گروه مختلف در هفته آموزش می دهد. در چندین و چند سال گذشته بارها و بارها شنیده ایم، شاهد بوده ایم که همفکران و همرزمان دکتر گنجی در بعضی از شهرهای داخل ایران کارهای انجام دادند که رژیم را بسیار خشمگین کرده است. پخش شعار در آسمان تهران، نوشتن شعار بر در و دیوارهای شهرهای ایران، پخش تصاویر رضا پهلوی از تلویزیون، پخش و بسیاری از کارهای دیگر که واقعا از جان گذشتگی میخواد. در این مورد دکتر گنجی چنین توضیح میدهد: در فاصله هزاران کیلومتر از اینجا در داخل ایران طرفداران دکتر گنجی دست به عملیات میزنند. اگر این افراد که در اصفهان به پخش اعلامیه مشغولند دستگیر شوند، آنها را بدون محاکمه اعدام خواهند کرد. بدون محاکمه، البته پس از آنکه مدت زیادی برای لو دادن شبکه آنها را زیر شکنجه قرار دهند. مردی که در حال دویدن است، آنکه فیلم برداری می کند.